سلام عرض میکنم خدمت همه شما ها. مرسی که امشب وقت گذاشتین، تشریف آوردین اینجا که این دوره همی رو بر خودمون خاطر بسازیم و از طرف دعوت گروه معماران ایرانی VPA رو پذیرفتیم. خیلی خوشحالیم که همتون رو اینجا میبینیم. تشکر میکنیم از آقای مهندس رفیعی که تشریف آوردن، همچنین از دو سخنرانمون که این پیشنهاد این دعوت رو دادن و امشب قراره که راجع به کارهای آقای تناولی صحبت کنیم. همونطور که میدونین خیلی خوشبخت هستیم که این مراسم، این گرد همایی همزمان شد با نمایشگاه ایشون در آرت گالری که هنوز تا هفته دیگه ادامه داره. اگه دوست داشتین میتونین برین هنوز کارهایشون رو ببینین از نزدیک. یه توضیح کوتاهی راجع به گروه خودمون میخواستم بدم. اول گروه VPA Vancouver Persian Architects سالها پیش از این گروه خیلی کوچیک شروع شد و همطوری الان به گروه بزرگی رسیده که 630 نفر توی گروه تلگرام هستیم، همچنین توی اینستاگرام، فیسبوک و لینکدین فعال هستیم در کنار گروه اصلی که 630 نفر هستن که هم ساکنان ونکوور هستن، ساکنان شهر دیگه بزرگ کانادا و همچنین چند نفر از ایران هستن. گروه های دیگری داریم که گروه های CACV، Intern Architects، که این گروه ها کمک میکنن به بچه ها که اینجا بتونن به همدیگه کمک کنن، اطلاعاتشون رو با همدیگه شیر کنن و تو زمینه های مختلف از جمله کاریابی و رجیستریشن و همه اینا به هم کمک کنن. اهداف گروه ما یکیش همینه که با همدیگه آشنا بشن آرکیتکت های ایرانی و اونایی که بک‌گراند آرکیتکچر دارن و تشکیل این دوره همیا دعوت از پیشکسوتان معماری ایران و همچنین کسایی که توی اینجا توی کانادا کارشون موفق بوده و همچنین صحبت راجع به کاریابی و کمک به دوستانی که تازه وارد هستن. یکی دیگه از کارهایی هم که VPA انجام داده و میده برگزاری تورهای شهری هست که کمک میکنه به آشنایی بیشتر با محله و همسایگی. امروز برنامه ما شامل دو قسمته، دو بخش. بخش اول راجع به مکتب سقاخانه و شاعرانگی استاد تناولی و بخش دوم اختصاص پیدا میکنه به آثار هنری ایشون. بعد این دو قسمت یه آنتراکت داریم، یه Q&A داریم که راجع به میتونیم تو اون بخش سوالاتون رو بکنیم و بعد دو اسپانسری که زحمت کشیدن امروز تو پذیرایی کمک کردن تشریف میارن و راجع به کارشون صحبت میکنن. بخش اول همطور که گفتم این پیشنهاد این گرد همایی توسط دو هنرجو فوق التحصیل دانشگاه تهران بوده و الان برای ما میخوان صحبت کنن. قسمت اول من معرفی میکنم آقای مهندس حسن عرفان از فوق التحصیلان مستر دانشگاه تهران، فوق التحصیل راه و ساختمان هستن از سال 1971 و از سال 1996 مقیم کانادا شدن و از فعالان گروه فنی پیسی هستن. امشب افتخار دادن که برای ما این پرزنتیشن داشته باشن. خواهش می‌کنم تشریف کنید. خب منم خیر مقدم میگم خدمت همه عزیزان، آقای مهندس رفیعی، و اینطور که میبینم اکثرا خوشبختانه برخلاف من و چند نفر همه جوان هستن و این باعث خوشحالی است که علاقمندان به هنر
در میونه جوان‌ها زیاد هستن. بسیار جای خوشحالی. من قبل از اینکه راجع به اصولاً سقاخونه و نحوه پیدایش مکتب سقاخونه صحبت بکنم و بعد یک گذری بکنم بر هنرمندان مکتب سقاخونه، یک توضیحی لازمه بدم و اون اینکه من اینجا عنوان یک مخاطب ساده هنر هستم، نه کارشناس امور هنری هستم و نه جامعه شناس هنر هستم، بلکه یک علاقه‌مند هستم و به لحاظ سنی در شرایطی بودم که در حاشیه ولی در جریان این مکتب بودم، همیشه و پیگیری کردم. در نتیجه یک روایتی من میکنم که روایت شخصی منه، این نه خیلی علمی است نه خیلی دقیق، ولی میتونه که تا حدودی روشن کننده این مکتب باشه. و اما سقاخونه، چون همه جوانن من شاید لازم باشه توضیح بدم. سقاخونه یه ابنیه کوچکیه که توی گوشه و کنار شهرها دیده میشه. از قدیم مردم خیر و مردمی که علاقمند بودند به فرهنگ و هنرمندان زمان خودشون، برای رفع تشنگی مردم یه ابنیه کوچکی کنار گذر، نمیدونم زیر تاقی ها، سر چارسو ها می ساختن. من برای اینکه روشن بشه سقاخونه محلی خودمون در اصفهان رو برای شما شرح میدم تا ببینید که چه عناصری در این سقاخونه بوده و بعداً به انواع روش ها این عناصر در کار هنرمندان مکتب سقاخونه منعکس شد. سقاخونه محله ما که در شمس آباد اصفهان بود، در یک میدونگاهی کنار جوی آب بود. این میدونگاه محل بازی بچه ها از جمله بنده بود. وسط میدون یک درخت توت تناوری بود که توی بغل درخت توت یه ساختمان کوچکی بود که بهش میگفتن سقاخونه. خب این یه مرکزیت میداد و یک هویت میداد به محله ما. وقتی میگفتیم شمس آباد، همه یه تصویری از این میدون و سقاخونه به نظرشون میومد. خب سقاخونه چیا داشت؟ سقاخونه اول از همه یه سنگاب بزرگ بود که دو تا پیاده یا جام با زنجیر به این سنگاب بسته شده بود. سنگاب یعنی یه سنگ بزرگی که مثل بار توش خالی شده بود و توش آب می‌ریختن. جلوی نمای سقاخونه یک شبکه فلزی بود، شبیه این شبکه و شبیه ذریح امام رضا، امامزاده ها. دو طرف این حفاظ دو تا کتیبه بود که با خط نستعلیق یه سری اشعار روش نوشته شده بود. دقت بفرمایید که همه عناصری که میگم دونه دونه چطور بعداً در هنر سقاخونه منعکس میشه. زیر این شبکه یه سنگ بزرگ تیشه‌ای بود که روش یه شیر بزرگی حک شده بود. اگه که از سوراخ‌های سقاخونه تو رو نگاه می‌کردیم،
یک شمایل خیلی بزرگی با رنگ‌های بسیار درخشان توی سقاخونه بود که سقای دشت کربلا را سوار بر یک اسب تنومند و با قدرت نشون میداد. چهره این دلاوری که روی اسب بود، ضمن اینکه یک صورت بسیار لطیف و گردی داشت، ضمناً خیلی هم متین بود. علاوه بر اینها، تو سقاخونه یک جامی بود که بهش میگفتن جام چلکیلید. یک جامی بود که یک دست از وسطش اومده بود بالا. به علاوه یه جای شمع روشن کردن، یه سری جا شمعی بود، یه سری پرچم بود و علامت بود، علامت هایی که شما روی زمان عاشورا میبینید که حمل میکنن. چند تا مرغ بودن، مرغ فلزی بودن. به هر حال این المان‌هایی بود که تو سقاخونه محل ما و شاید خیلی از محل‌های دیگه بود. من برای اینکه شما یه نمونه از سقاخونه رو دیده باشید، این سقاخونه عزیز محمد در منطقه شاپور تهران، همونطور که می‌بینید یک سادگی یه خاصی داره. این سقاخونه ها از دوران صفویه به بعد به تدریج شکل‌های مذهبی گرفتن، اما قبل از اون فقط ظرف آبی بود که رهگذرا رو سیراب می‌کرد. خب این خود سقاخونه. ببینیم که مکتب سقاخونه از کی شروع شد و چطوری شروع شد. شهریور 20 که متفقین به ایران حمله کردن، اوضاع سیاسی اجتماعی ایران به کلی دگرگون شد. ایرانی ها برای اولین بار خارجی ها تو کوچه ها و محلات خودشون می دیدن و عمیق‌تر متوجه خارجی ها می شدن. در سال 1119 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران گشایش پیدا می‌کنه. یه تعدادی از فارغ التحصیلای رشته هنر این دانشگاه برای ادامه تحصیل میرن فرانسه، از جمله از دانشگاه‌هایی که میرن دانشگاه بوزاره پاریس. وقتی اینا برمیگردن، خب اینا مبلغ و طرفدار هنر غرب بودن. اون زمانم بیشتر کوبیسم هنر مطرح اون زمان. از جمله مثلا یکی از این افراد، اگه بخوام بگم، این آقاست، به اسم آقای جلیل ضیاءپور. ایشون وقتی که برمیگرده از پاریس، سخت دنبال تجدد بوده و فکر میکرده که باید که کشور را سریعا متحول کرد و به سمت غرب، هنر غرب رو تبلیغ کرد. یک انجمنی درست میکنه به اسم انجمن خروس جنگی که علامتش هم اینه. یک مجله ای داره و تعدادی از روشنفکرای اون زمان، از جمله نیما یوشیج، از جمله صادق هدایت، اینها در این انجمن رفت آمد داشتن و طرفدار تجدد بودن. خب این انجمن شروع کرد نشریه منتشر کردن و تبلیغ فرهنگ اروپا، نقاشی‌های دوره اروپا. در مقابل این یه تعدادی بودن که اینها باقی‌مانده‌های مکتب
کمال ملک بودن که از مدرسه صنایع مستظرفه فارغ التحصیل شده بودن یا هنوزم توی اونجا بودن و اونا طرفدار نقاشی های سبک کلاسیک یا نئورئال بودن. برای اینکه تفاوت این دوتا رو ببینیم من دوتا نقاشی انتخاب کردم که با هم ببینیم که چطوریه. ببینید این نقاشی کار کمال الملکه، همونطور که میبینید پرسپکتیو کاملی داره و سایه روشنایی بسیار نرمی داره و درست مثل عکاسیه. اما این آقای ضیاپور این نقاشی رو مطرح میکرد. ببینید چقدر متفاوته. برای جامعه اون موقع ایران اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. در نتیجه بین این دو گروه جدل‌های پیش اومد و این جدل‌ها به روزنامه‌ها و مجلات اون زمان کشیده شد. این بحث و جدل‌هایی که پیش آمد و مردم هم یواش یواش متوجه این تفاوت‌ها شدن و علاقمند به این شدن که کی راست میگه، کی دروغ میگه، کی حق داره، اینها یواش 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 زمینه ای شد که ایرانی ها هم جامعه عام مردم متوجه هنر بیشتر بشن و متوجه هنر غرب بیشتر بشن. خب این یه فاکتور بسیار مهمی بود. در کنار نقاشی چیزای دیگه هم بود که داشت به سرعت متحول میشد. مثلا شعر. خب نیما در اون موقع شعر، اسلوب شعر قدیم ایران رو شکسته بود و شعر نو رو آورده بود. بعضی ها باش مخالف بودن، بعضی ها موافق بودن و بازار نو و کهنه، بازار تجدد و سنت بسیار داغ شده. خب این یک مطلب که در رشد ایجاد و رشد مکتب سرقاخونه مؤثر. دومین چیز تأسیس هنرستان هنرهای زیباست. در سال 1332 این هنرستان افتتاح میشه و همون سالهای اول جناب پرویز تناولی یکی از شاگردهای این هنرستان هست. تمام کسانی که در مکتب سقاخونه، هنرمندان مکتب سقاخونه که بعداً من ازشون نام خواهم برد، همه در این هنرستان آموزش دیدن. این هنرستان یه ویژگی خاصی داشت که من چون خودم کم و بیش همیشه معلم بودم دوست دارم که این ویژگی را برجسته کنم. توی این مدرسه معلم‌های بسیار خوبی بودن، از جمله حسین بهزاد مینیاتور، از جمله حسین کاظمی و از جمله یک خانمی بود به نام شکوه ریاضی. این هم فارغ التحصیل حوزه فرانسه بود. این استاد برخلاف بیشتر استادان قدیم هنر ما تکبری نداشت، با بچه ها قاطی بود. ضمن اینکه حد و مرز خودش رو مشخص میکرد با دانش آموزاش، ولی یک رفتاری داشت که خلاقیت درونی این بچه ها رو میبرد بالا. هیچ وقت به شاگرد نمیگفت که این اصول رو رعایت کن، این کار رو بکن، اون کار رو، نه این کارت خوب نیست، نه اون کار. همینطور با این بچه ها بر میرن و میگفت تو چی فکر میکنی؟ چی کار میخوای بکنی؟ آه این اینطوری میخوای بکنی؟ خب برو ببینیم چی میشه؟ همینطور اینا را به قول ما اسپانیا سوک میکرد و این باعث
رشد خلاقیت این بچه‌ها بشه. سومین عاملی رو که من میتونم راجبش صحبت کنم، دولت و کمک به رشد هنر معاصر بود. فرح خودش معماری پاریس خونده بود و علاقمند بود که هنر غرب رو در ایران توسعه بده. شخصی مثل پهلبد بسیار مؤثر بود در رشد همه هنرها از جمله هنر نقاشی سقاخونه. آقای تناولی و آقای زنده‌رودی که دو رکن اصلی و پایه‌گذار نهضت سقاخونه هستند، اینها هر دو به کمک آقای پهلبد و گرفتار بورسیه از ایشون تونستن برن و مطالعات خودشون رو تکمیل بکنن. خب پس قدرت مالی، آموزش خوب، فضای جمعی، اینها سه عاملی بودند که باعث رشد مکتب سقاخانه شده. همونطوری که گفتم دو تا از این شاگردها یعنی پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی، اینها پایه‌گذار مکتب سقاخانه هستند. چرا که حسین زنده‌رودی در سال 1139 یک تابلویی کشید. خب از یه خانواده مذهبی بود، هم ولایتی من بود، مال زنده‌رودی، مال زاینده رود اصفهانه، مال یکی از شهرک‌های اطراف اصفهان است. ایشون یه تابلویی کشید و از وقایع کربلا و شمایل‌هایی که بود و اینها، و اسمشو گذاشت این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست. این تابلو خیلی گل کرد در اون زمان و این پایه‌ای شد برای مکتب سقاخونه. بعد از هنرستان یک هنرکده هنرهای تزیینی در سال 1139-40 تأسیس شد. این فارغ التحصیلای هنرستان رو دانشکده هنرهای زیبا قبول نمی کرد. گفت اینها مثلا فارغ التحصیل ریاضی و طبیعی دیپلم قبول میکرد، اما اینهایی که فارغ التحصیل هنرستان بودن اینها رو میگفت نه. علتش هم این بود که میگفتن که اینها یه جورای اشتباهی شکل گرفتن، ما باید تمام ذهنیت اینها رو دوباره پاک کنیم و از نو اینها رو پرورش جدید بدیم. در نتیجه قبولشون نداشتن. برای اینکه این افراد بتونن جذب بشن دانشکده‌ای درست شد که ابتدا اسمشو گذاشته بودن هنرکده هنرهای تزیینی. تمام اون استادایی که در هنرستان بودن اینها انتقال پیدا کردن به این دانشکده و تمام این شاگرد از جمله یکی از استادای اون آقای پرویز تناولی هست. خب من تا اینجا روشن کردم به خیال خودم که چه تحولاتی انجام شد که نهضت سقاخونه پا گرفت و روشن کردم که پایه‌گذاران این مکتب آقای پرویز تناولی و حسین زنده‌رودی هست. پرویز تناولی رو دوست من آقای مهندس سعید اخوان به تفصیل راجب کارهاشون صحبت خواهند کرد، بنابراین من این قسمت رو صرف نظر میکنم و راجب بقیه هنرمندان مکتب سقاخونه صحبت میکنم.
گفتم که مثلا بذارید این خانمی که اون وسط نشسته، اینا همون خانم شکوه ریاضیه که در واقع همه هنرمندان مکتب صفاخونه ایشون رو به عنوان کسی که خلاقیت رو در اونها رشد داده صحبت کرده، و این عکس گروهی همین محصلاست در دانشکده هنرهای تزیینی در سال 41. خب این چهره حسین زنده‌رودی است. حالا من یکی یکی کارای این هنرمندا رو دو سه تا از هر کدومشون انتخاب کردم میگذارم و یه توضیح خیلی کوتاه ناقصی میدم و رد میشم. این کار، کار حسین زنده‌رودیه، همونطور که میبینید یه شیره، همون شیری که پای سقاخونه بود و یه خورشیدم دورشه، و همونطور که میبینید این شیر و خورشید در یک فضای سبزی محصور شده. شاید اشاره‌ای به سبز مذهب نمی‌دونم. خب در گذشته همه کارهای ما، یعنی نقاشی جدا بود، خط جدا، کنار هم بودن، مکمل هم بودن. هر چیو که خط نمیتونست بگه نقاشی میگفت، و هر چیو نقاشی نمیتونست بیان کنه شعر و خط میگفت. این یه صفحه از شاهنامه آیسومغولی. همونطور که میبینید خط جداست از نقاشی و کنار همه. حسین زنده‌رودی چه کار کرد؟ اومد خط رو گرفت و از خط به جای مفهوم تصویر گرفت. یعنی شاید از محتوای خط خالیش کرد، ولی بهش یه بُعدهای جدید داد. اصلا روی یه خط نبود، اسمش فقط خط بود، ولی خطش حرکت کرد، تو فضا میپیچید. یه ترکیب جدیدی از خط و ترکیب جدیدی از رنگ در خط ایجاد کرد. اسم این مکتب شد نقاشی خط و پایه‌گذارش حسین زنده‌رودی است. یکی دیگه از کارهای زنده‌رودی اینه. شما ببینید یه لا رو برخلاف اصول خط نویسی که باید طول و عرض و عمق و نمیدونم اینا همه باید متناسب و طبق یک رابطه مشخص باشه، ایشون برای خودش کشیده برده بالا و مثل سیامش لا رو تکرار کرده و با رنگ اینها رو کنار هم گذاشته و یک تابلوی زیبای دیدنی خلق کرده. جناب پرویز تنابولی جلوی یکی از دیوارهای نوشته‌های ناخوانا، توضیحش جناب مهندس خواهند داد. شیر، همون شیری که گفتم، اما شیری که توش المان‌های سقاخونه در این برانبرش پیداست. هیچ و شبکه سقاخونه و خلاصه شیرین و فرهاد که تصادفی کشته شد، دوستانش اسم این تالار رو گذاشتن تالار قندریز.
تالار یکی از 6-7 گالری مطرح اون موقع ایران بود. اصلا 6-7 بیشتر گالری نبود. من همیشه عصرها وقتی که از دانشکده فنی میمدم حتما یه سری به این گالری میزدم، نه تنها برای نقاشی ها و یا احیانا مجسمه، بلکه این یک پاتوق بود، پاتوق همه روشن فکر بود. من اونجا میتونستم کسایی که تو روزنامه ها اسماشون رو میخوندم اونجا ببینم، ایشون شاملو رو ببینم، فروغ فرخزاد رو ببینم، یا مثلا سهراب سپهری رو ببینم و کسای دیگه، تمام نویسنده ها، شعرا، اهل فیلم مثل ابراهیم گلستان، اینها رو میشد اونجا دید، باشون حرف زد. این یه جذابیت خاصی داشت برای من، جوان اصفهانی فضول. خب این قندریز، این باز همون شیره که به شکل انتزایی درش آورده. یادمون باشه که نقاشی قدیم ایران، یعنی تا زمان کمال‌الملک، نقاشی انتزایی بوده، نقاشی بوده که خیلی از اصولی که بعد در کلاسیک هست مثلا پرسپکتیو توش وجود نداشته. هر چی میشده نقاشی رو ساده میکردن. این قندریز اینقدر این شیر رو ساده کرده که به چند تا شکل هندسی بیشتر شبیه دایره و مثلث و خط و اینها. و یا این یه تابلو که شما میبینید یه موتیف هایی از اساطیر ایرانی درش هست. شما اینجا در سمت چپ میشه، راست میشه، نمیدونم، راست میبینید یه شکلی مثل انسان هست. این همونه که رو گبه ها میبینید، روی بعضی گلیم ها میبینید. اون وسط شما باز همون جام چرکلیت رو میبینید و این به صورت انتزاعی برگشت پیدا کرده به هنر قدیم. من این نکته رو فراموش کردم بگم که در جدال بین مدرنیسم، تجدد و سنت، راه سوم این بود که المان‌های از سنت گرفته بشه و به شکل مدرن عرضه بشه. این یعنی مکتب سقاخونه. این راه سوم مکتب سقاخونه. خب میرم شخصیت بعدی، فرامرز پیلاران. مردی بسیار خوش‌چهره، خندان، دلچسب و استادی مسلم، قوی‌ترین دست رو در خطاطی ایشون داشت. از همه اونها سر بود. پیلاران پایه‌گذار انجمن خوشنویسان تهران همراه با برادران میرخانی. پیلارام یکی از کارهاش رو من اینجا عرضه می کنم. نگاه کنی پنجه ها رو می بینید، علم سرب رو می بینید، استفاده از رنگ ها رو می بینید، رنگ طلایی، رنگ سبز، علائمی که در علم‌هایی که تو روزای عاشورا می‌برن می‌بینید که در اینجا دیده میشه. پیلارام با خط هر کاری دلش خواست کرد. به قول یکی از نقاشا ایران درودی، گفت پیلارام کسی بود که اولین بار خط رو به پرواز درآورد. پیلارام ضمناً
معلم بسیار خوبی بود و سالها در دانشکده علم و صنعت تدریس می‌کرد. این هم یکی از کارهای بسیار زیبای پیلارام. پیلارام کارهای بزرگ زیاد ساخته. این یک کارش 13 متر طول داشته. 13 متر و در یکی از نمایشگاه‌های سوئیس به نمایش گذاشت. شما می‌بینید که این عکس خیلی گویا نیست، ولی می‌بینید که چطور این خط رو در ارتفاع و در سطح چرخونده و برده، طوری که منتقدین اروپایی گفتن که هنر قرن 21 از پیلارام شروع میشه. نفر بعدی اسمش مسعود عربشاهیه. مسعود عربشاهی وقتی هنرستان بود و بعد که دانشجو بود، علاقمند بود که بره به موزه ایران باستان. موزه ایران باستان هنوز تازگی داشت و از تمام بشقاب ها، کاسه ها، مطرق ها طراحی رو طراحی کنه، کپی برداره. علاقمند بود به هنر ایلام، به هنر خاورمیانه و مطرق های لرستان. مسعود عربشاهی کارهاش رو وقتی میبینید، میبینید برگشته به اساطیر ایرانی. نگاه کنید، اولا یک ابهامی داره، چون اساطیر ایرانی ابهام داره، المانهایی داره درش یا رنگی داره که رنگش اساطیریه. اون دایره هایی که میبینید نشانه خورشیده در اساطیر قدیم. مسعود عربشاهی طراحی فوق‌العاده قوی داشت و در کمپوزیسیون بسیار پرقدرت بود. علاوه بر اون، مسعود عربشاهی به نقش برجسته مشهور بود بیشتر از نقاشی. من خودم یک ساختمانی به عنوان مهندس عضو کوچک اون ساختمان بودم. ساختمانی بود به اسم گروه صنعتی بهشهر، دفتر مرکز. این ساختمان فوق‌العاده بود، هنوزم هست، الان شده فکر میکنم آموزش و پرورش، بالای میدون فردوسیه. شخصی به اسم اردلان طراح اون بود، یکی از طرح‌های موفق ایرانی است. وقتی این ساختمان تمام می‌خواست بشه، صاحب این مجموعه خانواده‌های لاجوردی بودند. اینها اومدن یک سرمایه‌گذاری عظیمی کردند. از تمام نقاشا، هنرمندان زمان خودشون کار خریدند و توی این ساختمان 20,000 متری نصب کردند. همه اتاق‌ها کار نقاشان و استادکاران درجه یک ایران بود. کارهای مثلا کار از سهراب سپهری اونجا بود، 2500 تومان خریده بودن. من خودم چند تا از دوستان نقاشم که هم کلاس همینا هستن معرفی کرده بودن. از جمله کسایی که اونجا آمدن، یکی مسعود عربشاهی بود و یک نقش برجسته بسیار زیبایی در ورودی این ساختمان روی دیوار نصب کرد، 10 متر در 3 متر. کارهای مسعود عربشاهی رو تو خیابان تخت جمشید سردر اتاق بازرگانی می‌بینید. از کارهای اولیه‌ش مسعود عربشاهی در اکثر نقاط ایران نقش برجسته اجرا کرده. این نقش برجسته‌ای که الان می‌بینید تو خیابان بلوار مدرس فکر کنم اسمشه، ولی متاسفانه ببینید که اون قسمت آخرش در اثر عدم نگهداری خراب شده
اون قسمت سفید بخشی از کار مسعود عرب شد. من افتخار اینو داشتم که کمک بکنم در نصب اون نقش برجستش در بسیار آدم دلچسبی بود، بسیار. نفر بعدی اسمش صادق تبریزیه. صادق تبریزی در واقع از همه هنرمندایی که من نام میبرم متعهدتر به هنر سقاخونه است. پدرش نقاش ساختمان بود، خودش هم از بچگی نقاشی ساختمان میکرد. قدیما اینطوری بود که هر خونه ای که میساختن یه بخاری قلابی داشت، یه جا بخاری داشت، روی اینا به صورت مصنوعی سنگ طراحی میکردن، یعنی سنگ مرمر نمیوردن نصب کنن، نقاشی میکردن و گاهی منظره میکشیدن روی اینها. و یه عده‌ای بودن که اینا صورتگر اسمشون بود یا چهره نگار اسمشون بود، و این چهره نگارا میمدن توی ساختمونا و این گل و مرغ و دریاچه و نمیدونم شیرین و خسرو و شیرین و اینها میکشتن روی کنار این بخاری ها. صادق تبریزی پدرش این کاره بود و از بچگی این هم دستش رو بند کرده بودن. در نتیجه وقتی که رسیده بود به سنین جوانی و وارد هنرستان شده بود، خودش استادی بود. کارهای صادق تبریزی رو یکی دو تاشو با هم ببینیم. ببینید این یک کارش. باز داستان اسب، باز داستان دلدادگی ادبیات ایران، و ضمناً دست هایی که از موتیف های اسلامیه و تمام سطوح پر از نقش ها و موتیف های ایرانیه که شما روی قالی میبینید، روی گلیم میبینید، همه جا میبینید، روی ظرف ها میبینید. آخر. یا این یک کاره که برگشت کرده به نقاشی دوره قبل از قاجار. میبینید که چقدر زیبا این کار. صادق تبریزی در خط هم استاد بود، ولی شهرتش به نقاشی هاشه. بسیار پرکار، بسیار. نفر بعدی اسمش هست بهزاد گلپایگانی. این هم همون شاگرد، اینا همه همشاگردی هست، یادمون باشه. رو هم اثر میذاشتن، از هم اثر میگرفتن. اینها کسایی بودن که با استاداشون تفاوت سنی چندانی نداشتن. معلوم نبود کی شاگرده کی استاده، بلکه هر کی میرفت و راه خودش رو پیدا میکرد و فردا میمد یک چیز بدی رو میکرد، و این باعث میشد که دیگران هم تشویق بشن و برن یک کارهای دیگه ای بکنن. بهزاد گلپایگانی آدم خیلی حساسی بود و به همین علت تعداد زیادی، حدود 70-80 تا نقاشی در سبک سقاخونه ساخته بود. اما به علت صحبت نابجایی که شده بود که من نمیخوام واردش بشم، به علت یه سوء تفاهم اینقدر ناراحت شد که تمام تابلوهای نقاشیش رو تو حیاط خونهش آتیش زد و از اون به بعد هیچ وقت سراغ نقاشی سقاخونه ای نرم. بعد از مدتی این استاد بزرگ، یکی از کارهای موندگارش اینه. ببینید این همون اون همون شبکه است، اما از گوشش خون میچکید.
بعد از اینکه دیگه نرفت سراغ نقاشی سقاخونه‌ای، رفت و تایپوگرافی میگن این کتاب هایی که بیشترش انتشارات فرانکلین رو داره، اون از خط از این استفاده کرد. جلد بسیاری از کتاب های اون دوره خط بهزاد گلبایگانی است. چند نفر دیگه در حاشیه این گروه سقاخونه هستن که من گذرا اسمشون رو باید ببرم. یکی اسمش هست رضا مافی، خطاطه، اما این بیشتر متعهد به خط تا به نقاشی، یعنی حاضر نیست اصول خطاطی رو و اخلاق خطاطان رو زیر پا بگذاره. یکی دیگه از کسانی که ازشون نام میبرم اسمش هست ژاژه طباطبایی. این یکی از اولین کسانی بود، خیلی سریع رد میشه، اولین کسانی بود که مجسمه های فلزی از قطعات ماشینالات، مجسمه های فلزی سا. من یکی دو تاشو نشون نگاه کنید این کارو، یا مثلا نگاه کنید شیر و خورشید و آفتاب خانم و همه اینها را در هم ادغام کرد، و یا این کار دلدادگی پرنده ها. نفر بعدی ناصر اویسی است. ایشون هم از ادامه دهندگان مکتب سقاخانه هستند. این کارشه، باز اسب، باز آفتاب خانم، زیبارو، باز موتیف های ایرانی روی لباس های اسب و رنگ های شاداب. و این هم یکی دیگه از کارهای ناصر اویسی است. این اون ساختمانی است که گفتم فرز درش کار کرد مسعود عرب شاهی. یکی دو نفر دیگه هم اسم میبرم و خاطر میدم. ادامه دهنده های مکتب سقاخونه بعد از این گروهی که نام بردم، یکی جعفر روح بخش بود که یکی از نمونه های کارشه، و یکی استاد محمد احساییه که خداوند بهش طول عمر بده. این ادامه دهنده مکتب سقاخونه است. به خیلی ممنونم. تشکر.